خدمت هممیهنانم، زنان و مردان ایران زمین، دختران و پسران جوان کوشنده به جان، کارگران، مزدبگیران، پرستاران و خبرنگاران، همه کسانی که تلاش میکنند علاوه بر معاش زندگی خودشون و گذران یک معیشت شرافتمندانه، کشور خودشون ایران عزیز و گرامی رو هم گامی به جلو ببرند. و ما چون همیشه در صدد هستیم که موانع این پیشرفت و سرکوبگری که بر علیه جامعه ما هست رو با همدیگه مورد بررسی قرار بدیم، راه‌های نجات و خبرهایی که نشون میده اوضاع حکومت بدتر هست و اوضاع مبارزان، مردم، کارگران، زحمتکشان، مزدگیران بهتر. به همین دلیل هر اتفاقی هم که در منطقه خاورمیانه یا در سطح جهان بیفته که به نوعی بنیانهای حکومت ضد بشری رو، حکومت ضد انسانی ولایت فقیه رو سست میکنه، ما یک هدیه‌ای به مردم ایران میدونیم. و از طرف دیگه هر اتفاقی که بیفته و ضربه‌ای به بدنه جامعه ایران، به مزدبگیران، به جوانان، به زنان و دختران کوشنده به جان ایران بزنه، اونها رو بر علیه مردم ایران میدونیم. برنامه همبستگی نو که سعی اساسیش این بوده که بتونه یک همبستگی نوین بین تمام آحاد زحمتکش جامعه، مزدبگیران، کارگران، معلمان، پرستاران، خبرنگاران و همه کسان دیگری که در بخش‌های حتی کارمندان جزء دولت، استادان دانشگاه و کسانی که کار شرافتمندانه ای دارن و اون کار رو حاصل زندگی خودشون میدونن و برای نان شبشون آدم فروشی نمی کنن، خود فروشی نمی کنن، پستی نمی کنن، نونشون رو تو خون مردم به قول قدیمی‌ها نمیزنند و بخورن، بلکه با زحمت، با خرد، با دانش، با نوآوری، با علم و با کوشش خودشون سعی میکنن که زندگی رو بچرخونن و نه فقط زندگی خودشون رو، که اطرافیان خودشون رو، دوستان خودشون رو، فامیل، همسایه ها و بیتفاوت نباشن، به سرنوشت دیگر انسانهایی که در کنار اونها دارن زندگی میکنن. خب با این مقدمه از همبستگی نو که میتونه پایه های یک جنبش وسیع در بین همه ستم دیدگان دادخواه باشه، با هر طرز تفکری که داشته باشیم، اما خواهان ایرانی آزاد و آباد باشیم، خواهان ایرانی مستقل باشیم و خود ما ایرانی ها، خود ما انسان ها، ما دختران و پسران، ما جوانان، ما میان سالان، سالمندان و همه کسانی که باور بر این داریم که شایستگی زندگی بهتر از این وضعی که الان داریم حق ماست. این اوضاعی که حکومت ولایت فقیه برای ما درست کرده حق ما نیست. حق ما زندگی شرافتمندانه، زندگی بالاتر از این اندازه های محدودی که این حکومت برای ما درست کرده هست. به همین دلیل این تیپ افراد که ما جنبش همبستگی ستم دیدگان دادخواه رو بر اونها نهاده ایم در زیر مجموعه این برنامه تلویزیونی همبستگی نو، اون نیروی خلاقی هستن که با اختلاف نظرها و حتی اختلاف فلسفه هایی که با هم دارن میتونن بر سر موضوعات مشترکی که به سود همه اونها باشه و به زیان دشمنان مردم در درجه اول، این حکومت ولایت فقیه است که نشسته اون بالا منابع کشور ما رو دزدی میکنه، غارت میکنه، یه تیپ اصلاح طلب درست کرده که ما بهشون میگیم استمرار طلب، یه تیپ هم که هیولا و آدم خور، که همین سپاهی ها و بسیجی ها و رهبر و آخوندهای مفخور حکومتی و بقیه اعوان و انصار اینها مثل هیئت مؤتلف و دلال های بین المللی که تولید رو در کشور ما از بین بردن، اون بخش دیگه شد که همه اینها دست به دست هم دادن فقط برای حفظ این حکومت و نابودی ایران و ایرانی تلاش میکنن، ما بتونیم راههایی رو نشون بدیم، تجربه هایی رو نشون بدیم که میشه این حکومت رو در جاهای مختلف شکست داد و ذره ذره به عقب راند و یک نظام دموکراتیک انسانگرا که همه انسان ها در این نظام احساس خوشی و خوشبختی بکنن پایه‌گذاری کرد و اون نظامی است که با رأی همه مردم ایران، با یک رفراندوم سراسری بزرگ، با
زیربنای کمپین معیشت و تلاشایی که عیاران معیشت میکنند برای اینکه همه مردم ایران از حداقل معیشت برخوردار باشند، یعنی خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت، آموزش و امکان تفریح، سفر و رشد عقلی و خرد و دانش داشته باشند و در مدیریت جامعه ایرانی همه ایرانی ها شرکت بکنند و دیگر هیچ کسی نتونه به واسطه پست و مقام و سید بودن و عمام سفید و عمام سیاه و اینجور متقلب بازی ها بر دیگران فخر بفروشه و ستمکاری بکنه و امتیازات ویژه‌ای برای خودش بگیره. بنیان یه جامعه که بیفته روی امتیاز دادن های بیهوده، پارتی بازی، کثافت کاری، نتیجهش این میشه اون کشور متلاشی میشه، مردمش نابود میشن، تمدنش از بین میره و دیگرانی که لیاقت بهتر از اونها رو دارن خردورزی بیشتری میکنن، اندیشه ورز هستن، علمی فکر میکنن، تجربی فکر میکنن، با دانش روز و علم سیاست دنیا حرکت میکنن، جایگزین اونها خواهند شد. اینجا دیگه انتخاب دست ما مردم ایرانه که کدوم طرف حرکت کنیم. بریم بر دیوارها بنویسیم زنده باد آزادی، ما عیاران معیشت داریم این کارو میکنیم، سپاه گم شو از سوریه بیا بیرون، ما نمیخوایم که کشورمون زیر بار جنگ بره واسه اینکه مش مفخور سپاهی و بیت رهبری که رفتن اونجا واسه خودشون داستان درست کردن و کشور ما رو به خطر انداختن، علکی پولی که باید خرج مردم ایران بشه داره خرج مش مفخور میشه در کشورهای مثل سوریه، لبنان، نمیدونم عراق، بحرین، یمن، برو اون طرف دنیا نیجریه و حتی برخی از کشورهای شرق آسیا، که این پول، این سرمایه که از منابع درآمد عمومی میاد باید خرج همه مردم ایران بشه و مال مردم ایران هست. تأسف از اون که ما مردم به حقوق خودمون آشنا هستیم ولی چه چیزی باعث میشه به جای که کار جمعی بکنیم، دور هم جمع بشیم، یک حرکت های به اصطلاح حق طلبانه ای بکنیم و از همدیگه پشتیبانی بکنیم، هر جایی که میبینیم یک نفر حرف حقی میزنه، حرف حساب میزنه، اونو تنها نگذاریم، اجازه دادیم که یه مش آدم بی سواد کتوله نفر که هیچ چیزی از اقتصاد، از سیاست، از علم روز، از دانش، از انسانیت، از مروت نبودن، با مفتخوری و خمس و زکات و جزیه و حق امام و حق سید و این کسافت کاری ها مفخوری ها زندگیشون رو گذروندن بر ما حاکم باشن. تازه یه عده هنوز هم واسه منافع ناچیز شخصی میرن دست یه همچه آشغال هایی رو میبوسن. ولی روز اینها رو به غروب هست و شواهد داره نشون میده هم در دنیا کشورهایی که قدرتمند هستن و هم در داخل کشور نیروهایی که به اعتراض و به جنبش در آمدن و هم در منطقه که در تغییرات بسیار بزرگی است که بسیاری از بهانه های نظام ولایت فقیه رو داره از دستش در میاره، روزهای آخر این سیستم ضد بشری و مفتخورانه و غیر قانونی سر داره میاد. خبری داریم، خبر مهمی رو سایت خبرگر همین الان دوستان دیگر من گذاشتن در رابطه با مرگ این ابوبکر بغدادی که بالاخره گویا که تایید شد. یعنی اگه سایت خبرگر عکسایی که منتشر شده دوستان ببینین مربوط به داعش، اولین خبری که اونجا هست نوشته شده که سند داعش که سری بودن خبر مرگ ابوبکر بغدادی را برملا میکنند. این سند از یکی از مخفیگاه‌های گروه داعش که جمهوری اسلامی هم در به وجود اومدن اون نقش داشته که سایت آمد نیوز و یکی از افسرهای بازنشسته شده ستاد مرکزی ارتش انگلستان هم سندهای حمایت‌های مالی جمهوری اسلامی حکومت ولایت فقیه رو از داعش داده بود شکست خورده و در یکی از خونه‌های تیمی این سند مرکزیت داعش که گفته خبر مرگ بغدادی رو تکذیب بکنید وسیعاً منتشر شده. خب می‌بینید این قیافه البغدادی است، اونم وضعیت کشته شدنش و اون هم جنایت هایی که کرده بود، این همه انسان شریف، انسان های بیگناه رو نابود کردن، خودشون هم اینطور نابود شدن. این یه بخش از خبرهای مهم و وقتی داعش از بین می رود
یکی از اون بهانه‌های دروغین ولایت فقیه هم از بین رفت که میخواست مردم ایران رو با بمبگذاری علکی، با حرکت‌های علکی در کردستان که مرکز اعتراض معلم‌ها، کارگرها، بازنشسته‌ها و حقوق‌گیرها شده، جدیداً هم که مال باخته‌ها و سپرده‌گذاران و بورس باخته‌هایی که به این نارضایتی چندین میلیون نفری اضافه شدن رو بپوشونه. ولی می‌بینیم عملا داعش در موصل و در رقم در حال نابودی کامل هست و دیگه بهانه، یکی از بهانه های حکومت ولایت فقیه که اختراع کرده بود این داعش رو برای که اعتراض های مردمی رو جلوش رو بگیره، مردم رو در داخل کشور بترسونه از داعش و امثال هم از بین رفت. در صورت که ما میدونیم حضور سپاه در سوریه، در عراق، در کشورهای دیگر هست که خطر جنگ رو بالا برده. خروج سپاه از سوریه میتونه به صلح، امنیت و رفاه مردم ایران کمک کنه، چرا که میلیاردها میلیارد دلار پول مردم ایران داره خرج سپاه و بسیج و نیروهای غیرقانونی در کشورهای دیگه میشه و ما به عنوان کشور متجاوز در نزد مردم اون کشورهاش شدیم که نفرت دیگه از مردم ایران هم پیدا کردن، علاوه بر نفرتی که از نظام ولایت فقیه دارن که در امور داخلی اون کشورها دخالت کرده، تروریست فرستاده، آدمکش رسمی فرستاده تحت پوشش سپاه قدس و امثال اون که الان هم در تحریم های بزرگ اروپایی و آمریکایی و جهانی هم قرار گرفته. این سپاه متجاوزی که هر لحظه خطر جنگ رو به کشور ما زیر نظر خامنه ای جلاد دیوانه مریض سرطانی که زودتر از شرش رو کم کنه بره بالا میبره. ما مردم ایرانیم که میتونیم تصمیم بگیریم، یا تصمیم سپاه و به زودی آینده نزدیک جنگ و مرگ بشیم، یا خودمون با تصمیم گیری خودمون این حکومت رو از قدرت خلع بکنیم و به دنیا اعلام کنیم ما یک کشور دموکراتیک هستیم، همه قوانین بین المللی رو قبول داریم، همه کشورهای دنیا دوستیم و با هیچ کس دشمنی نداریم، مرگ به هیچ کشوری نمیگوییم، تمام استانداردهای باید کنیم و خود ما مردم این کار رو میکنیم و یک هویت ایرانی واقعی، هویت انسانی واقعی خودمون رو به جهان ارائه بدیم تا خطر جنگ و این وضعی که حکومت ولایت فقیه به خصوص حضور این سپاه ناپاسداران در سوریه و عراق و کشورهای دیگه به وجود آورده، بلکه این بحران امنیت و این بحران خطر جنگ رو خودمون به دست خودمون بتونیم از کشورمون دور بکنیم. اتفاق دیگه جالبی افتاده که در استانبول یک راهپیمایی میلیونی بر علیه دولت اردوغان شد که اون هم الان در سایت خبرگر عکس و خبرش آمد چند دقیقه پیش که نشون میده میلیون ها مردم ترکیه، نیروهای سکولار، دموکراتیک، انسانگرا و کسانی که با حکومت مذهبی و دینی مخالفت دارن و یک زندگی عرفی راحت انسانی مثل همه کشورهای دیگه دنیا رو میخوان به میدان آمدن و در برابر دیکتاتوری دینی اردوغان و حزب این عدالت و توسعه و آق پارتی که الان میگن حق پارتی به میدان آمدن. این ابتکار رهبر حزب جمهوری خواه خلق ترکیه بود که یک پیاده روی بزرگ رو از آنکارا شروع کردن و به استانبول خودشون رو رسوندن و میلیون ها میلیون مردم عاقل و دموکراتیک ترکیه مثلا به دنبال خودشون به میدون بیارن در مخالفت با حکومت اسلامی اردوغان و شریکاش به کشور ترکیه رو هم دارن به مرز بدبختی و انهدام و اسلامگرایی و تعصب و ازوله شدن همه دنیا و امکانات مالی و مادی ترکیه رو هم دارن به این میبرن، امکانات توریزمش رو به این میبرن، امکانات صنعتش رو به این میبرن. به همین دلیل یک اکثریت بزرگی از شهرهای بزرگ توریستی، صنعتی، تجاری مثل آنکارا، مثل ازمیر، مثل خود استانبول و آنتالیا، آنادیا، بیشتر شهرهای اقتصادی که در غرب و جنوب و شمال ترکیه واقع شدن در مقابل اسلامگرایی دهاتی‌های نفهم که یک حکومت دینی مثل ولایت فقیه رو به اردوغان میخوان بدن ایستادن و این زنگ خطری است برای اینکه اردوغان نتونه سیاست اسلامی کردن و منحط کردن کشورش رو پیش ببره.
هر جایی که نیروهای اسلامگرا یک حرکتی در مقابلشون بشه به سود مردم ایران هست که از حکومت دینی به تنگ آمدن و میخوان خودشون رو نجات بدن. حمایت مردم سکولار و آگاه و بیدین، آتئیست، بیدین ایرانی حتی در کنار مردم ترکیه میتونه یه نیروی بزرگ منطقه‌ای فراهم کنه که جلوی افراطی‌گری دینی چه شیعه چه سنی فرقی نمیکنه، اینا دوتاشون هم دستن، عربستان و رضا و ولایت فقیه یکی هم دو تیخه یه قیچی هم که دموکراسی، انسانیت، آدمیت و تعقل رو میخوان از بین ببرن. این خبر هم خوب خبر خوبیه برای همه ناراضی ها و مخالفین ولایت فقیه که یه ایران آزاد و راحت و مثل بقیه کشورهای دنیا رو میخوان که بزنن، برقصن، شاهد صفا کنن، کسی مزاحمشون نباشه، کار داشته باشن، شغل داشته باشن، امکانات زندگی داشته باشن، همشون بتونن از امکانات سفر و راحتی استفاده کنن، نه فقط این 5% دوست و خاردیری که دور ولایت فقیه سپاه و دولت و حکومت ولایت فقیه جمع شدن. حالا یک اخباری هم آمده از درگیری های درون‌گروهی در سپاه و اطلاعات که خب به مرگ آقای محمد حسین تاجیک منجر شد، که آقای محمد حسین تاجیک قبلا خبرش رو داده بودیم، چون اخبار جنایت و فساد و به اصطلاح حمایت سایبری سپاه رو از داعش در اروپا میداد توسط پدرش و یک خانومی که تو خونش بود و بازجوش کشته شد، که پدرش هم محمد تاجیک، اینا اصلیتشون هم ورامینیه، همکاری کرده بود با این به اصطلاح بازجوی پسرش که اونم با سپاهی بود و سایبری سپاه بود و از اونجا اخبار اطلاعات رو به نیروهای آزادی خواه میداد و سایت های آمد نیوز هم اونها رو منتشر میکرد، باعث شد که گروهی از مردم متوجه بشن در درون خود سپاه و نیروهای دیگه حکومت چقدر نیروهای مخالف هستن که اینجور با جانفشانی حاضر هم بمیرن ولی اسناد و اطلاعاتی رو برای روشن شدن از آن عمومی برای سایت ها و نهادهای خبری دنیا بفرستن. حالا این دومیش هم همون مانور فرودگاه بود که دروغ بود، اونم مانور نبود بلکه یک درگیری درونی بود بین نیروهای حفاظتی فرودگاه و سپاه که منجر به مرگ یکی از این مأمورانی بود که در فرودگاه بودن، در این به اصطلاح فرودگاه خمینی، و کشته شدن این آدم با گلوله که تو پس کلش میخوره در اون درگیری بین نیروهای مسلح سپاه و این گارد حفاظتی فرودگاه حکایت از این داره که چقدر تضادها در درون حکومت در همه جا در حال رشد، که هر هفته ما اینجور خبرها رو از درون سپاه و دیگر نیروها داریم که همدیگر رو دارن مخفیانه اون پشت میکشن و نابود. خب چون داریم به آستانه پیروزی های مردم ایران میرسیم و مقاومت های خیابانی، تجمعها، اعتراضها، گرد همایا هر روز در حال رشد و بیشتر شدن هست، یک فیلمی هم در انتهای همین خبر که اینم باز از درگیری بسیجی ها، نیروی انتظامی، لباس شخصی ها و مردم داره که خوشبختانه در این نبرد مردم پیروز شدن در اون روزها، که این فیلم ها کمتر دیده شده. از اتاق فرمان میخوام خواهش کنم اون ویدیویی که در انتهای همین خبر مربوط به درگیری حفاظت سپاه و ماموران قضایی بود به نام حمله مردم به بسیجی ها در میدان هفتگی رو چند دقیقه ایش رو بگذارن با همدیگه تماشا کنیم. حمله مردم به سمت بسیجی ها و نیروی انتظامی رو میبینید میدان هفته تیر. ساعت 2 بعد از ظهر شو. نه
حامد نه بریم مادرش میگیم جون من حامد سوا زنده باشی پیام به دنیا برسیم قرار کردم نگاه کن چاک از خدا لعنت کنه احمدی نژاد رو خدا لعنت کنه احمدی نژاد رو موتورشو داره آتیش میده کنار خیابون به مردم میزدم آتیش زدم آمد تو رو قرآن بریم خونه آمد بعد بختمون میکنم بابا آخرش نمیخواید خشم مردم رو میبینید روز قدس روز ایران در فیلم دیدید مقاومت مردمی حتی میتونه تمام نیروهای مسلح رو اینطور شکست بده فرار کنن موتوراشون جا بمونه مردم به خدمت خودشون و موتوراشون برسن در همین راستا که پیش میریم همین امروز هم یه خبر دیگه اومده که یکی از اعضای به صورت شورای شهر بانه رئیس شورای شهر بانه به نام آقای انور رستمی که گویا از همکاران اطلاعاتی و سپاهی ها بوده و در شهر بسیار بدنام بوده اخباری که اینطور فرستادن امیدوارم بیننده های اگر از بانه ما داریم هم به سایت خبرگر و هم به تلویزیون اندیشه بفرستن اخبار دقیق تر رو که با شلیک گلوله توسط کشته شده یعنی رشد این نارضایتی ها که بعد از خراسان بعد از کرج حالا هم در بانه کم کم مردم دارن مقاومت مسلحانه در مقابل این حکومت میکنن بیانگر این است که این حکومت را به جای نمیبره و شرایطی فراهم شده که تغییر در پیش است امیدوارم با سازماندهی در محلات در بین فامیل در کارخونجات در شرکت های مختلف مخصوصا مثلا که تشکیلات کارگری در جای مختلف ایجاد کردن بتونیم این روزهایی که به سوی اون تغییر بزرگ داریم پیش میریم رو با کنترل، با سازماندهی و با کمترین هزینه ها مدیریت کنیم از طریق رسانه ها هم رسانه های دموکراتیک و ضد نظام بلدفقی حتما کارهای هماهنگی از این به بعد بیشتر به صلاح خواهد بود از این هفته هم که کمپین سپاه از سوریه بیا برون یا سپاه گوهم و یا سپاه برو خونت اداره شروع میشه که پایه های اولیه خروج سپاه از منطقه و از اقتصاد ایران هست با پایان برنامه با سپاس از اتاق فرمان به درود میگم همیهنانم تا روزهای دیگر و پیروزی های بیشتر